با تشدید شقه بعد از اوجگیری قیام، آخوند شیاد سرش را از برف بیرون آورد و ابلهانه منکر اطلاع از زمان افزایش قیمت بنزین شد. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. این موضوع هم درست مثل ادعای خامنه‌ای در 26 آبان موجب دست‌اندازی و لطیفه در فضای مجازی شد. گفتم من صاحب نظر نیستم توی این قضیه. آن روز در فضای مجازی گفتند و نوشتند آخر ابله، اگر صاحب نظر نیستی چرا به مجلس ارجاع ندادی و چرا مانع از طرح سفوریتی شدی؟ امروز هم در فضای مجازی موضوع بیخبری آخوند شیاد سوژه خنده و شوخی شده بود. حال سوال این است که علت این همه پرت و پلاگویی و تناقض چیست؟ جواب را باید در حرف‌های وحشت‌آلود رحمانی فضلی جستجو کرد که گوشه‌ای از واقعیت قیام را برملا کرد و همین موضوع موجب به هم ریختگی وحشت بیشتر نیروهای خودشان شد. در مراحل اول شعارهای آرام‌تری بود، تبدیل به شعارهای تندتر و شعارهای شعارهای براندازانه خیلی تند. و بین 130 هزار نفر تا 200 هزار نفر در این صحنه‌ها بودند. همچنین زیدآبادی از مهره‌های حکومتی وحشت خودش را بدین شکل نوشت: وزیر کشور دیشب تصویر بسیار هولناکی از وقایع هفته گذشته در کشور به دست داد. بله، بسیار هولناک، آنقدر که خامنه‌ای و روحانی را به لرزش و پرت و پلاگویی انداخته و نیروهای سرکوب و سپاهش را دچار ریزش و رودررویی با خامنه‌ای کرده است. علم الهدا در همین رابطه گفت در ماجرای اخیر افزایش بهای بنزین، برخی افراد که عاشق رهبر که جای تردید ندارد مسئله دار شدند، گفتند که چرا رهبری از این کار حمایت کردند.